خب بذات هاشم یه 5 دقیقه با اجازهتون دیویره تورا. خب میدونید قبل از تفیلا خیلی خوبه که دستامون رو نتیلا بگیریم، همونطور که کهنیم وقتی وارد به تمیزداش میشدن و میخواستن قربانی تقدیم بکنن میمادن دستاشون رو با کیور، با یه حالت ظرفای بوده که حالت سماور بوده، شیر داشته، میمادن و دستاشون رو و پاهاشون رو نتیلا میگرفتن. امروزه که ما به تمیزداش نداریم، فقط دستامون رو نتیلا میگیریم، طبق چیزی که حالا به نیشخری توضیح میدن که چون که ما به تمیزداش نداریم، قدرت این که بتونه اون طهارت ها داشته باشه که پامون ها بخواییم نتیلا بگیریم نداره، بنابراین فقط دستامون ها ما قبل از تفیلا موظفیم که نتیلا بگیریم، مخصوصا وقتی کسی که سر کار بیرون و از بیرون میاد و میدونه که دستاش تمیز نیست، موظفه که دستاش ها قبل از تفیلا حتما نتیلا بگیره. خب تفیلا منظور تفیلای لخشه، مهمترین قسمت تفیلایی که ما میخونیم لخشه و باید دقت داشت که همیشه تفیلا با جماعت خونده بشه، تفیلای لخش با جماعت شروع بکنیم، مخصوصا زمان مینخا. مثلا زمان مینخا فرض کنید شما دیر اومدید کنیسا و رسمه که پاتخلیاهو میخونن، لمنسیخ میخونن، اشره یوشوه میخونن، اگه اینا رو خوندن و سر تفیلان، سعی کنید که حتما تفیلا رو با جماعت شروع بکنید، بعد قسمت هایی که نخوندید که رسمه بخونن برگردید اون قسمت ها رو بخونید، ولی سعی کنید حتما تفیلا رو با جماعت شروع بکنید، یا اگه بازم دیرتر اومدید حتما با خزارا، با خزارای شاری اخسیبور تفیلا را شروع بکنید. و همین قانون در مورد تفیلای عربیت هم بر طبق پشات هست، اگه یکی دیر اومد تفیلای عربیتا میتونه قسمت اول براخای همعری و عربیم شما اسرائیل گاد اسرائیل شمر تمام اسرائیل ادامن این براخا را جا بندازه و تفیلای لخشا با جماعت شروع بکنه و بعد برگرده و اون قسمت هایی که جا انداخته را بخونه. البته بر طبق قبالا نباید ترتیبش را به هم بزنه، با وجود اینکه تفیلای جماعتی از دست میده، ولی طبق پشات که هارو ودیام اینجوری فتوا میدن، تفیلای جماعتی ارزشش بالاتره. بنابراین اگه برای عربیت هم حتی دیر اومدیم، اون وسط مثلا به امونا کرزوت بودیم و نمیتونیم خودمون را برسونیم به شالی اخسیبور، یا اول تفیلا لخشن و اگه بخوایم اولش رو بخونیم نمیتونیم خودمون رو به شالی اخسیبور برسونیم، بنابراین تفیلای لخش رو با جماعت شروع بکنیم که تفیلامو جماعتی حساب بشه. یه نیت خیلی مهم اول تفیلا لخش باید داشته باشیم که در مقابل هشمیت بارخ من ایستادم. این کوانا خیلی خیلی مهمه، وقتی میخوایم تفیلا لخش رو شروع بکنیم حتما به این نیت باشه که در مقابل هشمیت بارخ من ایستادم و دارم در مقابل هشم تفیلا میخونم، و بعد نیت ببندیم که در مقابل سرزمین مقدس یروشلایم به تمیقداش و قدش حقو داشتیم تفیلا ما ایستادیم که به اون سمت تعظیم میکنیم. خب تفیلای لخش 18 تا براخا داره. میدونید که تو دوره تناییم میان و بزرگان ما، یعنی انشه کنست تگدولا که اینقدر مقام داشتن و سواد داشتن که مقوبالایی که تو این دوره هستن در مقابل اونها مثل یه قطره آبی هن در مقابل دریا، انشه کنست تگه دولا مثل یه دریایی هن، خخامیم دوره ما مثل یه قطره هن در مقابل اون دریا. وقتی که تفیلا لخشا برا ما تدوین کردن و به این شکل قانون کردن که 3 بار در روز خونده بشه، هر کدوم از این براخه ها خب بی نهایت صد داخلشه، راز چه شمهایی چه اسمایی عظمی از این حروف و از این کلمات به وجود میاد. بنابراین خیلی باید دقت داشت که کلمات رو درست بخونیم، ترجیحاً معنی همه تفیلا را بفهمیم، و این خودش بالاترین نیته. بالاترین نیت تو تفیلای لخش اینه که چیزی که میخونیم معنیشو بفهمیم. اگر نمیتونیم کلشا معنیشو بفهمیم، حداقل تا برخای ماگن ابراهام، از اول تا برخای ماگن ابراهام حتما باید معنیشو بفهمیم. اگه کسی معنیشو نفهمه مثلا اینه که تفیلا نخونده و باید حتما اینا یاد بگیریم. البته این حالت اجباره، ولی به صورت کلی ترجیحا باید کل تفیلا را کلمه به کلمه که میخونیم معنیشو بفهمیم. ممکنه سخت باشه، این سیدور معنی دارا که درست معنی شده از اونا بخونیم، وقتی کلمه یا میخونیم معنیش هم تو ذهنمون بیاد، چند بار که اینا تکرار بکنیم دیگه ربون میشیم و کلمات ها به این شکل معنیاشا یاد میگیریم. خب 18 تا براخا داره. البته تو دوره همون انشه کنسه تگدولا افراد زدیم یا مینیم، افراد زدیم میشه اونایی که زدیت با دین و تورا میکردن و مینیم میشه افرادی که کافرن، فرق نمیکنه یکی ان هر دو تا. اینا زیاد شدن و حتی خیلی ها بودن که میومدن و ملشین بودن، یعنی میومدن اسرائیل ها را لو میدادن، لاشون ها را پشتشون میگفتن و این خیلی اوضاع بدی شده بود.
به خاطر همین میان و خخامیم که حالا بعضیا توضیح میدن شموئل حقاتان میان و برخای 19 هم که همون برخای زدیمه لمینیم لمنشینیمه میان و اونا تدوین میکنن. این برخا وقتی که تدوین شد دیگه از این آدما کم شد، یعنی افرادی که لمینیم و لمنشینیم بودن، لامذهب بودند و کافر بودند و میومدن لو میدادن اسرائیل ها، اینا کم شدن و خیلی تاثیر مثبت داشت. بنابراین این برخا دیگه تا به امروز بر ما هم هست. یه حالتی بوده که ترس تو این افراد بندازن که تو تفیلا ببین چه تفیلایی میخونیم که اینا هیچ امیدی نداشته باشند و از بین برن. خب بعضیا رسم دارن زدیم میگن شوون اویم اومخنی از زدیم، بعضیا رسم دارن مینیم میگن. هر دو نظر درسته. حالا به این شخص عقیده دارن که مینیم گفته بشه، حالا بعد یا عقیده دارن که زدیم گفته بشه. هر دو نظر درسته، هر کسی بر طبق مرهوراش رفتار میکنه 100% یه شروع هرمشه ایست. مخش چیزی داره که برای شکه بکنه، چه اونایی که میگن زدیم چه اونایی که مینی میگن. خب چرا 18 تا براخا که حالا 19 تا براخا تقانا دادن؟ این 18 تا براخا بعضیا به این شکل توضیح میدن در مقابل 18 تا اسم هشمی که تو شمع اسرائیله. شما اگه شمع اسرائیل دقت بکنید از اول شمع اسرائیل تا انتهای ادونای الوه خم امت 18 تا اسم هشمه. در مقابل این 18 تا براخا تقانا دادن و 19 همین براخا همون اخاد، اخاد هم معنی اسم خداست و در مقابل 19 همی کلمه اخاد اومدن و این 19 تا براخا را تقانا دادن. بعضی ها میگن در مقابل 18 تا مهرهی که توی ستون فقرات ماست، میدونید که 7 تا مهره تو گردنه، 12 تا تو کمره و 12 تا پشته و 5 تا تو کمره و به این شکل بیایم حساب بکنیم این 19 تا براخاست، 18 تا براخاست که یه مهره یه کوچیکم اون قسمت پایینه که جمع میشه 19 تا براخا در مقابل این ستون فقرات ما اومدن و تقانا دادن. یه نظر دیگه هم هست که میگن 18 تا از کاروت، یعنی 18 تا اسم هشم در میزمول داویدی که قبل لخادودی میخونیم، میزمول داوید ها ولدونای بن الیم 18 تا اسم هشم داخلشه. در مقابل اینم 18 تا براخا در تفیلای لخش تقانا دادن و 19 همی اله. ال وقتی به صورت سره با دو تا نقطه نوشته بشه این معنی خدا میده که 19 همی در مقابل این ال خخامی تقانا دادن. و میدونید که در شبات ما 7 تا براخا میخونیم، در تفیلای شبات در لخشش 7 تا براخاست. البته به صورت کلی واجب بوده که در شبات ما همه براخا رو بخونیم، یعنی تو شبات باید 20 تا براخا میگفتیم علاوه بر اون 19 تا براخا، یه براخای مقدس هر شبات هم میگفتیم 20 تا براخا به هم میگفتیم. ولی از اونجایی که سر جماعت میشد و بیشتر شبات داده شده هم برای لذت هم برای آموزش تورا، به خاطر این خخامی اومدن و تخفیف دادن اون براخای وسطی 12 تا براخا وسطی ها در شبات حذف کردن و فقط به جای اون براخای مقدس هشبات ها تقانا دادن. به خاطر همینه که بر طبق هلاخا اگه شما تو تفیلای شبات اومدید و به جای اینکه قسمت شبات رو شروع بکنید عطا خونن شروع کردید، وقتی گفتید عطا خونن باید عطا خونن رو کامل کنید بعد دارید قسمت شبات. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی شروع کردید دارید نشون میدید که من میخوام این براخای را بخونم، بنابراین این براخا را باید کامل بکنیم از اونجایی که موظف به صورت کلی بودیم و بعد برگردیم به براخای شبات. البته سیمان خوبی نداره، تو علاقا میگه کسی که اشتباه بخونه هفتگی ها حتی یه براخای اولش اشتباه بخونه این سیمان خوبی برای اون شخص نیست. بنابراین باید دقت کنیم که به حالت این اشتباه در شبات نیاییم و حتما از روسی دور بخونیم که با کوانا این نیت ها ببندیم. در شبات 7 تا براخا میگیم در مقابل 7 قولی که در مزمور داوید هابل ادونای بنی الیم گفته شده. در میزمول داوید همون میزمولی که قبل لخادودیه 7 تا قول گفته شده، در مقابل اون 7 تا براخا ما در شبات میایم و ذکر میکنیم. روش هشانا 9 تا براخا میخونیم، 9 تا براخا در مقابل 9 تا اسم هشمی که خنا وقتی داشت تفیلا میخون اونها را به زبان آورد. خب چرا؟ چه ارتباطی به خنا داره؟ خب میدونید خنا جزء نبیه های ما بوده، جزء نبیه های زن ما بوده و خیلی مهم بوده تفیلایی که میخونه. و همچنین تو روش هشانا 3 نفر بودن که بچه دار میشن، خنا، سارای منو و راخلی منو. به خاطر همینه که ما تو روش هشانا تفیلایی که میخونیم ارتباط میدیم به تفیلایی که خنا به این شکل تفیلا خون که عقادش با خوب به اون فرزندی داد به اسم شموئل.